به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترم شبکه خبر. با توجه به بازگشت برخی از مسافران نوروزی، تو بعضی از جاده‌ها و محورهای مواصلاتی ترافیک سنگین گزارش شده. برای با خبر شدن از آخرین وضعیت جاده‌ها گفتگو می‌کنم با جناب سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و ترافیک راهور فراجا. جناب سرهنگ سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدا قوت. بفرمایید که ما الان تو کدوم محورها ترافیک سنگین و نیمه سنگین داریم؟ سلام خدمت جناب عالی، بینندگان عزیز این برنامه. خب همونجوری که جناب عالی هم به درستی اشاره فرمودید، بررسی وضعیت تردد در جاده‌های کشور بیانگر شروع موج اول برگشت از سفرهای نوروزی و همچنین شروع موج دوم هست. پیش بینی ما برای این هست که امروز و فردا ما در سطح محورها و جاده‌های کشور در هر دو مسیر با ترافیک سنگین و نیمه سنگینی مواجه خواهیم شد. در حال حاضر جاده چالوس مسیر جنوب به شمال با توجه به حجم تردد بالا به منظور سهولت و تسهیل عزیزان هموطن در سفرشون به سمت شمال یک طرفه اعمال شد و عزیزانی که در این مسیر هستن میتونن به سمت شمال به سهولت تردد کنن. بقیه مسیرها و محورهای اصلی و مواصل کشور هیچ گونه محدودیتی فعلا اجرا نشده، همه مسیرها و جاده ها باز هست. در جاده حراب در محدوده تونس و از اون برسم که در محدوده مشا این قسمت سنگینی با بیشتر به چشم می‌خوره. جاده فیروزکوه فعلا وضعیت مناسبی داره. جاده آزادراه قزوین رشت در محدوده شهرهای منجیل و رودبار در مقاطعی سنگینی با به چشم می‌خوره. عزیزانی که در طول این مسیرها امروز قصد سفر دارن، با توجه به همزمانی سفرهایی که امروز صورت گرفته و حجم و ظرفیت محدود این جاده‌ها، احتمالاً در برخی از ساعات روز در ترافیک‌های نیمه سنگینی لحظات شاید گرفتار بشن. توصیه داریم که در این ایام حتما اگر چنانچه در این شرایط قرار گرفتن، صبر و حوصله رو در رانندگی مد نظر داشته باشن. جناب سرهنگ، محورهای جنوبی ما مشهد و همینطور خوزستان، محور جنوبی و شرقی ما و غربی وضعیتشون چطوره؟ خب محورهایی مثل استان خراسان رضوی که حجم بالای مسافر هم ایام این روز امسال پذیرفته، با توجه به اینکه ظرفیت جاده های این استان ها و همچنین استان های جنوبی کشور، استان های مرکزی، ظرفیت جاده های این محور ها بالاتر هست، ما در حال حاضر هیچ گونه ترافیک های نیمه سنگینی یا مشکلی در سطح این جاده ها مشاهده نکردیم. ظرفیت این مسیر ها بالا هست و چیزی که مهم هست در این جاده ها رعایت سرعت هست. با توجه به وضعیتی که در این مسیر ها شاهد هستیم، حتما و حتما عزیزان